با درودی دوباره خدمت یکایک که شما خوبان و نازنین، سعید بهبانی هستم و امروزم 8 ماه جون 2016، مثل چهارشنبه ها در این ساعت میریم پیش آقای رضای پرچیزاده، تحلیلگر، نویسنده، مترجم، و بارها گفتم که این یکی از گوهرهای ناب است به لحاظ این که اون کاری رو که کرده کاری کارستان است، یعنی دو زبانه نوشتن. گفتم همیشه میگم حسن دایی تعریف کرد که من هی مقاله نوشتم چه اتفاقی نیفتاد، تا اینکه رفتم توی واشنگتن تایمز که روزنامه کم تیراژ دست راستی در واشنگتنه، گفت اونجا یه مطلب به انگلیسی نوشتم. به محض اینکه مطلب رو به انگلیسی نوشتم طوفان به پا شد و داستان نایاک و شکایت و شکایت کشی و این داستان ادامه داره. بنابراین تو تاریخ هم اینه دیگه، تو تاریخ ما هم داستان کاظم‌زاده ایرانشهر و مطالبی رو که توی روزنامه محلی در یه شهری در انگلستان، نه در خود لندن هم نه، در یه شهری مثل اینکه در کاردیف اون طرفا یه روزنامه رو تولید میکنه و اونجا داستان مشروطه رو برای مردم تعریف میکنه و افکار عمومی انگلیسی ها رو در حقیقت معطوف میکنه به اوضاع ایران و باعث این میشه که دخالت های انگلیس ها در ماجرای مشروطه کمتر و کمتر بشه و مشروط خواهان پیروز بشه. بنابراین این کارها از نوع کارهایی که آقای پرچیزاده میکنه کار بسیار بسیار درست و دقیقی، یعنی نوشتن مطلب به زبان انگلیسی و انتشارش در روزنامه های مثل المانیتور و غیره، و ازش ممنونم، سپاسگزارم. و یه نکته جالبی هم در همین پشت خط داشتیم با هم دیگه گپ و گفتگو میکردیم، اشاره شد و گفتش که اینجا که من میام میان تیوی مثل خونه میمونه، مثل خونه آدمه، آدم راحت اینجا. من فوری یاد حرف دیروز آقای حشمت رئیسی افتادم که گفتم چقدر عبارت شما اصلا این عبارت آقای رئیسیه، چون آقای رئیسی هم همینو میگون، گوه آقا اینجا که میایم مثل خونه است، تلویزیون های دیگه حرفا رو آدم نمیتونه حرف دلشو بزنه، اینجا میتونی به راحتی حرف دلتو. امیدوارم که بالاخره این کار تعمیم پیدا کنه و آدم بتونن به راستی حرف دلشون رو بیان کنن و این نوری باشه بر تاریکی. پس منانی ازش ممنونیم، سلام بهش میکنیم، تشکر میکنیم از حضورش در برنامه و میریم به این مطلب آخری که بازم به زبان انگلیسی نوشته بود در ارتباط با ماجرای سخنگوی وزارت خارجه ایران آقای جابری انصاری که به صراحت بیان میکنه که ما داستان برجام و توافق و اینا ربطی به سیاست های ما در منطقه و داخل نداره، اون یه موضوع مربوط به هسته و مذاکرات هسته‌ای و توقف ما در این زمینه، ولی ما این رو اصلا ربطی دیگه به بقیه قضیه نه. این داستان طی مطلبی که این از نوشته، یه داستان برای شما در مقدمه بگم که در همون ابتدای دوره احمدی نژاد بود که یکی از این اعضای نهضت آزادی به نام علی خرم به آلمان اومد و یه مطلبی رو بیان کرد که من همون روزا این رو اینجور تعریف کردم، گفتم که آدم وقتی در زندانه، وقتی سرنیزه اینجاست، خود تو میگی نه، اگه بگی آره خود سرنیزه میره تو گردنت فرو، میگی نه، وقتی در محاق توقیفی و زیر داغ و درفشی یه جور حرف میزنی، ولی اگه بلند شدی اومدی رفتی تو آلمان نشستی همون حرف رو زدی، خب این معلوم میشه که اعتقادت، باورت دیگه، اگر نه اینجا که دیگه آزاده میتونی بگی هر چی دلت خواست بگی. اونجا میگه که ما به این بازجوها گفتیم آقا شما ما رو اذیت نکن، ما اصلاح طلبا، ما نهضت آزادی، ما اینها ملی مذهبی، ما نقش خندق بازی میکنیم برای شما، یعنی هر کی از نظام خواست بیاد بیرون به جای اینکه بره به معاند به چسبه، به در حقیقت نیروی برانداز به چسبه، ما اینجا مثل خندق این طلب میفته تو ما و ما اینجا نگرش میداریم، حبسش میکنیم،
بنابراین ما نقشه خندق نظام رو بازی میکنیم. بریم پیش آقای پرتیزاده ببینیم که این چیه، آیا نظام تصمیم گرفته که این خندق رو ببنده؟ چون با این انتخابات که صورت گرفت، خب ما متوجه شدیم که اون اصلاح طلبان دیروز که اصلا از صحنه بیرون رفتن، یه بخشون رو فرستادن به خارج کشور، اینا به این امیدی که یه سال دو سال دیگه بر میگردن. الان 8 سال از اون ماجرا گذشته و اینا همچنان در خارج گیر کردن، اسیرن. اون دلقکشون که سید ابراهامشون گفت من اصلا میخوام برم ایران هرچی بشه، اون یارو تلویزیون داره، پول داره، جهانشاهی که اصلا سال گذشته گفت من این عید نوروز دیگه میرم ایران، این کارها چیه میکنیم ما، اصلا اشتباهی و رفت دولت رو نمیدونه اون چه بلایی سر اونم راه ندادن. اون دلالی که تیم معروف اسپانیا رو نمیدونم وحس کرد به ایران، بعد اون یارو رئیس باشگاه پرسپولیس سیاسی رو گرفتن، ممنون شد چه بلایی سر اون اومد. و اونم گفت من میخوام برم ایران و همین نوروز دیگه میرم ایران، و نوروز گذشته، نوروز 94، از اونم دیگه خبری نشد. و اینا اون اصلاح طلبا رو بیرون کردن، یه سری آوردن این دوره، گفتن آقا اینا لیست امید و اصلاح طلبا، اینا یه مش قاتل جانی جنایتکار رو از تیم خودشون دوباره فرستادن به مجلس. این داستان بریم پیش آقای پرچیزاده بپرسیم که او این صحنه رو چجوری میبینه، آیا واقعا نظام این خندق رو تصمیم گرفته که پر کنه، و اگر این اتفاق براش بیفته چه چیزی پیش رو قرار داره. آقای پرچیزاده من به درود میفرستم، خوشحال میشم در این زمینه و در ارتباط با اون مطلبی رو که شما نوشتید رو نظرتون رو بشنویم. بفهمید، خواهش میکنم. خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بهبهانی عزیز و بینندگان گرامی میهن تیوی. قبل از اینکه بریم سراغ موضوع صحبت شما، من یه دو سه مورد رو میخوام روشن بکنم خیلی کوتاه و بعد بریم سراغ موضوع. فرمودید چون تا حالا یکی دو بار در برنامه ها فرمودید من تو المانیتور مقاله ها منتشر میشه، این درست نیستش. المانیتور رابطهش با امثال من و شما خوب نیستش، اونا به هر حال گرایش هایی به سمت رژیم جمهوری اسلامی و بشار اسد تو سوریه دارن، اینه که اونجا از لحاظ فکری با من و شما نمیخونه. این مطالب من که الان شما دیدید، یکی دو تاشو براتون فرستادم، الگماینر منتشر کرده که در نیویورکه. الگماینر، من گفتم المانیتور. نه المانیتور که مال اوناست که، نه الگماینر، ببخش اوناست، مال من نیست. اینه. بعدم دیگه بعدم میخواستم از محبتتون تشکر کنم که شما همیشه به من محبت دارید، و همونطوری هم که خودتون الان گفتید میهن تیوی برای من و امثال من مثل خونه میمونه، یعنی همه محبت دارن، لطف دارن، به هر حال دعوت میکنن، من از همه هم متشکرم، سپاسگزارم. منتها خب میتونم بگم من اونجا بیشتر مهمونی میرم و خونه میهن تیویه. باز هم از شما تشکر میکنم به خاطر همه زحماتی که برای گسترش روشنایی بین هم میهنانمون میکشید و برای توسعه دموکراسی. اما برگردیم بریم سراغ همون موضوع خودمون و آقای جابری انصاری که ایشون گفته بود، اعلام کرده بود یکی دو روز پیش که این برجام یا به اصطلاح قرارداد اتمی که ما با 5+1 بستیم تأثیری در سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی نخواهد داشت. خب ببینید، این چیزیه که ما از پارسال داریم میگیم، یعنی از همون موقعی که بحث قرارداد اتمی با رژیم گرم شد، یعنی هنوز نبسته بودنش، وقتی که رو شد که اینا دارن با هم مذاکره میکنن، اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها با نماینده‌های رژیم در جاهای مختلف در اروپا، این ور اون ژنو، بند و بساط، لندن، فلان. ولی خب اون موقع جو یه جوری ساخته شده بود، همین جریان آقای بن رودز هم که بالاخره پتش ریخته شد رو آب، همه الان دیگه میدونن که مشاور آقای اوباما بود در جا انداختن این بحث برجام، که یه جوری درش آورده بودن یا باید این برجامه انجام بشه یا باید جنگ بشه. بعد امثال من و شما رو هم ایشون هم میگفتن ما تو کاتگوری جنگ طلب ها جاسازی میشدیم، یعنی هر کس میگفت این برجامه چیز خوبی نیست، همه گفتن اینا جنگ طلبه. حالا ما یه عمر داریم با جنگ طلبی مبارزه میکنیم، ما
هر دفعه بحث جنگ شده ما نامه دادیم، بیانیه دادیم، مخالفت کردیم، ولی من و شما رو اینا میگفتن جنگ طلبن، حالا کار نداریم به این. ما همون موقع میگفتیم آقا جان این برجام فقط برای اینه که جمهوری اسلامی بتونه یه نفسی بکشه، تحریمی برداره، پولی آزاد بشه بره اونجا خرج تروریسم بکنه، یک قرونم به مردم نمیدن، حقوق بشر هم بدتر میشه که بهتر نمیشه. الان چیزایی که ما نوشتیم یه سال پیش هست دیگه، اینا مدرکه. همین هم شد. آقای جابر انصاری عملا اومد اعلامش کرد دیگه، بعد از اینکه این انتخابات به اصطلاح انتخابات مجلسینشون هم برگزار شد به خوبی و خوشی و انتخابات برای ریاستشون هم انجام شد و دادن دست خودشون یا همه رو دیگه، ایشون اومد میخوا آخرم کوبید به تابوت این جریان، یعنی جریان هاشمی و روحانی، که آقا فکر نکنید حالا ما اومدیم اگر از سر ناچاری و ناتوانی با شما یه قرار داده اتمی امضا کردیم، حالا شما میتونید دیگه مثلا دموکراسی بیارید تو ایران حاکم کنید، یا مثلا مکدونالد بیاید بزنید اینجا، یا KFC بیاید بزنید اینجا، یا مثلا پای ما را از عراق و سوریه و یمن و اینا ببرید. از اخیراً هم که دیروز شنیدم مثل اینکه جمهوری اسلامی اعلام کرده در عراق میخواد یک سپاهی تشکیل بده به شکل یا بر مبنای هم الگوی سپاه پاسداران خودش. خب بسیج که درست کردن الان چند ساله، همون هشتاد شعبی، حالا میخواد سپاه هم برای عراق درست بکنه، چون برنامه شون همینه دیگه. یعنی داره اینا میگه، میگه که آقا فکر نکنید اگه ما از سر ناچاری اومدیم پای میز، حالا بقیه کارا رو هم دیگه کنار میذاریم، شرارت ها و شیطنت ها و دخالت ها و جنایت ها، نخیر ما میخوایم ادامه بدیم. و این همینیه که شما الان گفتید. یعنی چی؟ آقای خامنه ای به هر حال سعی کرد تا اون آخرین لحظه‌ای که میتونه خط نجات به سمت غرب رو باز نگه داره که بلکه یه قرون 2000 پول بیشتر آزاد بشه براشون. بعد که دید نه نمیشه و تو آمریکا اختلافات زیاده بر سر این مسئله و دولت آمریکا دیگه حاضر نیست بیش از این امتیاز بهشون بده، دیگه اومد شمشیر رو از رو بست و خندق رو پر کرد. این خندقی که الان 20 ساله، نزدیک 2 دهه هست شاید بیشتر، در رژیم جمهوری اسلامی درست شده که هر کی که مخالفه به جای اینکه بیاد مثلا مخالفتش رو دیگه با صراحت اعلام بکنه و بگه ما با کلیت رژیم مخالفیم، اول میومد میافتاد تو اون خندقه، میومد میرفت اونجا یه مدتی، اونجا به هر حال ذهنش رو با تئوریای پوچ و پوک پر میکردن، با یه سری چیزای سابجکتیوی که اصلا هیچ محلی از اعراب در حقیقت نداره، آره آقا رژیم رو اصلاح کنیم، آروم پیش بریم، درست میشه، فلان میشه، خون ریزی نکنید، جنگ طلبی نه، از این شعر و ورا شما هر کی نمیدونم بره بگه براندازه، این خون ریزه، اصلا انقلاب دیگه معنی نداره، عصرش گذشته، اگه این رژیم بیفته داعش میاد تو، از این صحبت ها. یه 20 سال به یه ترتیبی به حال یه بهانه های جور میکردن برای اینکه این رژیم نباید بره، ولی آقای خامنه ای دیگه زحمتش کشید، اخیرا قلتک انداخت و خندقه رو پرش کرد. به قول دوستان میگن زحمتش آقای خامنه ای کشید، بالاخره خندقه پر کرد، حالا ما باید جادهشو بسازیم دیگه به سمت ایران و به سمت دموکراسی. و این حقیقتی اتفاقی که افتاد دیگه، آب پاکی هم رو دست داره دسته آقای هاشمی رفسنجانی و روحانی و خاتمی و اینا هم ریخ دیگه، مردم علنا دارن میبینن آقا اینا همه شر رو بره، این رژیم ذاتش خرابه و یک ذات استبدادی داره، این باز بشو نیست و اصلاح بشو نیستش، اگه میخواید تو ایران اوضاع بهتر بشه این رژیم باید بره، تموم شده را. در خدمتتون هستم. یعنی من واقعا بازم در تعجبم، یعنی این که اینا رو همه رو بیرون کردن، به راستکی همه شون رو بیرون کردن و قرارشون هم برای شوی که اونا اصلا نباشن. امروز هم دوباره اعلام کردن که دادستانی گفته که هر کی بره با این تاجزاده عکس بگیره مجرم سیاسیه، برای اینکه این یه زندانی مخرب بوده، نمیدونم ضد نظام بوده و شما دارین دهنکجی میکنین به ما. آیا این تلاشی دوباره است برای اونایی که در حقیقت خودشونو خندق میدونستن، یا چجوری میفهمی اینو؟ ببینید تلاش دوباره نیستش، در امتداد همون تلاش های همیشگی اپوزیسیون سازی داخله که بالاخره جمهوری اسلامی تا اونجایی که تیغش ببره سعی میکنه که
اپوزیسیون خودی رو نگه داره، به خاطر اینکه به هر حال احساس میکنه ممکنه بتونه در مواقعی ازشون استفاده بکنه. من اینو دیروز هم داشتم یه جای دیگه صحبت میکردم گفتم، حالا اینجا هم بگم، قبلا هم خیلی راجبش نوشتم، که رژیم جمهوری اسلامی از رژیم شاهنشاهی و از سقوطش یه درس بزرگ گرفت. شاهنشاه آریامهر محمد رضا شاه اپوزیسیون داخلی نداشت، رژیمش بود، خودش بود، بقیه هم مخالف بودن. دستساز چیزی درست نکرده بود. بعدم سال اواسط دهه 50 که اون چیزای سوری هم که بود منحل کرد و یه تک حزبیش کرد، رستاخیز تموم شد و رفت. ولی جمهوری اسلامی درس گرفت، با وجودی که از رژیم شاهنشاهی استبدادی تره و جنایاتش هزار برابر بیشتره، اما زرنگتر از رژیم شاهنشاهی بودن در حفظ قدرت. به چه صورت؟ از اواسط عمر رژیم جمهوری اسلامی، یعنی حدود اواسط دهه 70 شمسی، اینا شروع کردن اپوزیسیون داخلی درست کردن. به چه صورت؟ یه سری از خودیا رو که با هم اختلاف داشتن، با آقای خامنه‌ای اختلاف داشتن و اختلاف هم واقعی بود، دروغی نبود لزومنها، اینا رو یه جوری هدایتشون کرد که شدن اپوزیسیون در حقیقت خود آقای خامنه‌ای، ولی اینا رو غالب کرد به عنوان اپوزیسیون حکومت. شما همین الان تو رسانه‌های بین‌المللی ببینید هر جا به اینا اشاره میکنن، حالا چه رسانه‌های نوشتاری، چه شنیداری، چه دیداری، به اینا میگن مخالفان حکومت جمهوری اسلامی. بابا اینا کجا مخالف حکومت جمهوری اسلامی هست؟ اینا همین الانش هم که ظاهرا تو موضع اپوزیسیون افتادن، تمام هم و غمشون اینه که برگردن به عصر طلایی امام و کلیت نظام و ولایت فقیهش حفظ بشه. ولی ببینید آقای خامنه ای و اینا چجوری کار کردن که یه اپوزیسیون، به اصطلاح اپوزیسیون دستسازی درست کردن که هر وقت که تو برحال چاله میافتن و گرفتار میشن، اینا رو میندازن جلو و میگن آقا اینا مخالفن. سر همین جریان برجام مرجام هم اینا رو انداختن جلو دیگه. شما ببینید حسن روحانی رو آقای خامنه‌ای چش دیدنش نداشت، به خاطر خیلی مسائل، حالا وارد اونا نمیشم، ولی همینو برداشت اوبر رئیس جمهورش کرد به خاطر اینکه ازش استفاده بکنه به عنوان مذاکره کننده و این معامله اتمی رو جوش بده. ببینید چه جوری استفاده میکنن از خودی‌ها. اینه که جریان آقای تاج‌زاده هم همینه. دیروز داشتم عکسای بهزاد نبوی رو نگاه میکردم، اون اوایل انقلاب که گردنش کلوف بود و الان اخیرا سال همین پارسال هفته اسفند رفته بود رأی بده، عصا گرفته بود دستش، لاغر شده بود، خمیده شده بود. خب میدونید این بهزاد نبوی یکی از تئوریسینان مهم جناچپ جمهوری اسلامیه، خودش از کساییه که در بسیاری از جنایت ها و سرکوبا دست داشته، ولی الان مثلا این عکسای اینجوری ازشون میذارن، مثلا خدا رحمتش کنه پدر بزرگ من شده، هر کی سابقهش ندونه میگه وای این پیرمرد بدبختو چقدر اذیتش کردن. اینا از ناآگاهی تاریخی مردم هم سوء استفاده میکنن. کسی نمیدونه تاج‌زاده چه کاره بوده قبلا. تاج‌زاده خودش از کسایی بوده که در تمام این سرکوبای دهه 60 دست داشته و حالا مثلا ایشونو انداختن در موضع مخالف اپوزیسیون، به قول شما میگن که عکس هم باهاش نگیرید، اینا جنایت. خب آقای خامنه ای تا اونجایی که تیغش بباره سعی میکنه اپوزیسیون داخلی رو حفظ کنه، اما به نظر من خندق پر کرد با این کارهای اخیری که کرد، چون ترس برش داشته بود که حتی اگر سوری هم اینا رو بیاره دوباره بازی بده، ممکنه کار از رشته کار از دستش خارج بشه و تو این اوضاع متزلزل و خطرناک کلیت رژیم به خطر بیفته. برای همین اینا رو علنا دیگه کنارشون گذاشت و صاف کرد جاده رو. ولی خب بر تا اونجایی که میتونه اینا رو تو بازی سعی میکنه نگه داره، ولی فکر میکنم دیگه تموم شد، یعنی مردم دیگه اصل قضیه رو دیدن. متشکرم. کلی خندیدم وقتی گفتی که اینو نگاه میکنی یاد پدر بزرگی میفتی، میگی چه مرد مظلومی بیچاره این آقا چریک پیر، ببین چقدر اینا آزار بهش دادن، در حالی که یکی از رذیل‌ترین آدمای نظام همین مرتکه بود. و این میدونی که در گذشته هم از اون عناصر منفور زندان قصر بوده
و روایت های این رو بعد از زبان دکتر متین دفتری شنید و این جنایت هایی که این آدم مرتکب شده در همون اوائل انقلاب. اما توی همین ماجرا دوباره، یعنی تو همین هولوش که بخوایم بیستیم و این مطلب اینم که شما بیان کردی، آقای دکتر نوریالا توی جمعگردی هایی که می نوشت همواره به این موضوع اشاره داشت که این بحث دو گونه است، یکی اپوزیسیون حکومت جمهوری اسلامی، یکی اپوزیسیون دولته، ولی اینا در درون نظام هست. در همه جای دنیا هم اپوزیسیون دولت وجود داره ولی این ربطی به اپوزیسیون حکومتی نداره. ما اصلا نظام رو، اپوزیسیون حکومت اصلا نظام رو مورد نظر قرار میده. این میگه نه، مثلا این وزیر خوب نی، اون یکی وزیر بیاد، این نخست وزیر خوب نی، اون نخست وزیر بیاد بهتره. این در همه جا هست، اینا با هم دیگه دو تا سازمان مختلفن، دو نگاه مختلفن به داستان. اما تو همین یه مطلبی هم شما در این روزنامه دیدم که منتشر کردی، روزنامه عصر ایران، با اگر دوباره اشتباه نگم عصر امروز، عصر امروز، بله عصر امروز منتشر کردین و من در اون مطلب قبلی بازم از شما پوزش میخوام به خاطر این اشتباه بزرگی که کردم. اما ما همین چند وقت پیش شما اینجا تحت عنوان که رژیم آخوندی بزرگترین دشمن دین در ایران، یه مطلبی رو منتشر کردی. امیدوارم که این مطلب به دست ما هم برسه و بتونیم تو بخش مقالات منتشر بکنیم. همین پیروزا بود دیدم که یه عکسایی رو منتشر کردن از جامعه یهودی و مسیحی و اینا و زرتشتیان که همه رفتن در محلای خودشون مثل کنیسه و کلیسا و در حقیقت آتشکده شون و شروع کردن شکرگزاری برای اینکه چه نعمتی بر سر اینا آمده به نام خمینی، در حالی که ما میدونیم که این اصلا با واقعیت مطابقت نداره و اینا آدم های اسیری هستن که در یه جنگ نابرابر به دست این اهریمن اسیر شدن و اون اینا رو در حقیقت همون رفتاری رو که داعش با اسیراش انجام میده اینا هم اونجا انجام میدن. میخوام ببینم که چیه، یعنی این که نوشتی دشمن دین در ایران چه چیزی رو مطرح کردین؟ چون مقاله رو نخوندم نمیتونم زیاد راجعش حرف بزنم، از زبان خودت بشنوم. والا اول بپردازیم به همین قضیه که برمی داره یهودیا و مسیحی ها اینا رو میاره. خب اینا همه اسیرن بندی خداها اونجا و طبق سیستم اسیری رفتار میکنن، یعنی رژیم داره میاره بهشون میگه بگید آقا ما اینجا حق و حقوق داریم، تو مملکت اسلامی ایران ما آزادی مذهبی داریم، آزادی اجتماعی داریم. اون بدبخت هم خب مجبورن، یعنی پدرشون رو در میاره اگه نیاد این حرفا رو بزنه. بالاخره شاید همشون هم حاضر نشن بیان تقیه بکنن این حرف رو بزنن، ولی خب بالاخره چهار نفر آدم تو جامعه یهودی یا مسیحی یا زرتشتی یا بهایی یا حالا هر چیز دیگه پیدا میکنه، یه مصاحبه باهاشون میکنه، دوتا عکسی میگیره، میگه آقا اینجا گلستان ما، خیلی هم راحت دموکراسی. اما فراتر از این مقاله که من نوشتم، هدفم این بوده که نشون بدم محدودیت های مذهبی در رژیم جمهوری اسلامی فقط برای اقلیت های مذهبی نیستش، یعنی فقط برای یهودی و مسیحی و نمیدونم زرتشتی و بهایی و یا مثلا مسلمان های سنی یا همه مذاهب دیگه که اقلیت هستن در ایران نیستش. جمهوری اسلامی خودی هایی رو هم که خارج میزنن پدر اونا رو هم در میاره. و چرا این کار رو میکنه؟ به خاطر اینکه تو جمهوری اسلامی فرد مهم نیستش، مهم گفتمان ارتودکس شیعه گرایی اصولیه که خمینی درستش کرده، یعنی سیستم ولایت فقیه. و به خاطر این سیستم ولایت فقیه افراد رو هم به راحتی قربانی میکنن، حتی کسایی که از بزرگان شیعه هستن، از جمله سید محمد کاظم شریعت مداری، از جمله محمود طالقانی، از جمله حسین علی منتظری و بسیاری کسای دیگه که به هر حال خودشون روحانیون استبلیشمنت شیعه هستن و بزرگان شیعه هستن. و من اینو شکافتم با
بررسی این سه نمونه روحانی که جمهوری اسلامی سرکوبشون کرد و از خود به هر حال سیستم شیعی بودن، که این رژیم داره دینزدایی میکنه با این کارش در ایران، به خاطر اینکه تمام خوانش های آلترناتیو دینی و شیعی رو هم سرکوب میکنه. میخواد همون سیستم ولایت فقیه خوانش خمینیستی که بعد خامنه ای هم تکمیلش کرده، اونو به عنوان تنها اسلام راست اینجا بندازه، که این در نهایت میبینیم باعث ریزش و شکاف شده در بین خودشون دیگه، بقیه که اصلا دیگه حرف نداره. و نوشتم در نهایت این حرکت جمهوری اسلامی در بلند مدت باعث دینزدایی در ایران شده و بیشتر هم خواهد شد. یعنی همیشه اینو حالا به صورت عامیانه همه میگن که ایران یه حکومت با آخوندا بدهکار بود. خب ما الان این حکومت داشتیم دیگه، نزدیک 40 سال داره میشه 4 دهه و آخوندا دارن حکومت میکنن و خیلی چیزا در این باب روشن شده که چه اتفاقی میافته وقتی که طبقه دینی و دینخواه حاکم بشه و دین مستقیما به سیاست حکومتی تبدیل بشه. من سعی کردم اینو بشکافم. حالا اینم اضافه بکنم، دوست داشتم و دوست دارم یه بار با هم بشینیم راجع به دیسکورس شیعه، یعنی گفتمان شیعه صحبت بکنیم، هم به صورت تاریخی هم ایدئولوژیک، از همون اول بیخش که چجوری درست شد و به چه ترتیبی انجام شد و شیعه 12 امامی در حقیقت تمرکزمون باشه که دغدغه خود ماست، چون خب ایران بیشتر شیعه 12 امامی هست، و برسیم به امروز، به اینجایی که جمهوری اسلامی که خودش رو حکومت شیعی میدونه با به حکومت رسیدن و سیاسی شدن عملا نقطه پایانی گذاشت بر فلسفه و دلیل وجودی شیعه گری. چون این بحث طولانیه و بحث قشنگی هم هست و نمیخوام نوک بهش بزنم خرابش بکنم، اینجا فقط اشاره کردم. یه بار میشینیم با هم از اول برنامه راجع به این صحبت میکنم. جمهوری اسلامی نقطه پایانی گذاشته بر شیعه گری و فلسفه شیعه گری. اینو بعدا راجبش با هم حرف میزنیم. بله حتما خوشحال میشیم که راجع به این زمینه با هم گفتگو کنیم. چقدرم خوبه، برای اینکه من باور دارم به سه عنصر تاریخ و جغرافیا و ادبیات، و میگم که بایستی که این رو بهش دقت بکنیم. و تو همه آمریکا شما نگاه میکنیم میبینی آدمایی که درس میخونن تا مقطع لیسانس یکی از درسهای مهمشون درس تاریخه، یعنی باید حتما تاریخ بخونی، جزو درسهای اجباریه، اینجوری نیست که نمره 7 بگیریم نمیدونم قبول میشیم، این اصلا از قوران نیست. اما بازم ما هم رد میشیم ازش، میخواستم یه چیزی راجبش بگم ولی رد میشیم، میذاریم رو تو همون جلسه دیگری که قرار شد. حالا شما گفتی تاریخ، من باز میتونم یه تاکید کنم، چون حرف میاره دیگه، آدم یادش میاد. خواهش میکنم ببینید، شما همیشه تاکید میکنید به تاریخ و همیشه میگید مطالعه کنید، اینو تو همه برنامه ها تو من شنیدم میگید، این درسته، به خاطر اینکه تو فرهنگ معاصر ما ایرانی ها علوم انسانی که تاریخ یکی از مهماشون باشه همیشه تو سری خور بودن. شما ببینید تو فرهنگ عامیانه ایرانی در عصر معاصر جا افتاده بچه‌م بره دکتر بشه، دکتر منظور پزشکه، بچه‌م بره مهندس بشه. میدونید مثلا اگه بگی کارت چیه، بگی مثلا تاریخ میخونم یا فلسفه میخونم، یه اینجوری گوشه چشمی میندازن، یعنی اینا که بابا شعر و ور اهمیت نداره. برای همین علوم انسانی همیشه توی فرهنگ ما تو سری خور بوده. آچار به دستی، پیچگوشتی به دستی، تیغ به دستی، تیغ جراحی منظورمه، اینا ارزشه. من میخوام اینو بگم، نمیگم اونا ارزش نداره ها، اونا جای خودشون بسیار مهمه، منتها اینا همشون چرخدنده هایی هستن در یک سیستم بزرگ که دیسکورس اجتماعیه و فرهنگ عامه است. اگر هر کدوم از اینا سر جای خودشون نباشه باعث میشه یه جای جامعه لنگ بزن. ببین ما تا دلتون بخواد ایرانی جماعت دکتر مهندس داریم، ولی خدمتتون عرض بکنم کسایی که رو علوم انسانی کار کرده باشن و درست کار کرده باشن و کارشون رو ادامه داده باشن خیلی کم داریم. چرا؟ چون یکی از دلایلش اینه، حمایت نمیشن از سوی جامعه. میدونید این کارا زحمت میبره و از طرفی بهشون نگاه درستی هم نمیشه، میگن آقا اینا خیال پردازن، قصه خوانن، کتاب خوانن.
در صورتی که اون دید بزرگ علوم انسانیه که نشأت گرفته از جامعه شناسی، تاریخ، فلسفه، خدمتتون عرض بکنم ادبیات، خیلی چیزهای دیگه، روانکاوی، دست به دست هم میده، یک دید بزرگی فراتر از همه چیز به ما میده که بابا اوضاع احوال ما اگر خرابه به این خاطره که خرابه، از بالا وقتی بهش نگاه میکنیم. و تو تا اون دید از بالا رو به دست نیاری، تو هر کاری هم که بکنی باز تو همون چارچوب دست و پا میزنی. ببینید الان ما چقدر تکنوکرات داریم تو ایران، همه هم آدم های باسواد و متخصصی هم، نمیگم نیستن، ولی ببینید اوضاع کلی ایران چه شکلیه. این به خاطر چی اینجوریه؟ چون سیستم بزرگ فرهنگیه که خرابه. اینه که وقتی شما اصرار میکنید مردم تاریخ بخونید، مردم فرهنگو بشناسید، مردم مطالعه کنید، این اهمیتش در اینه که باعث میشه ما به طور کل ببینیم اوضاع چه خبر. ولی منتها میدونید چون این مسائل ملموس نیست، مثلا مثل آچار نمیتونی دستت بگیری لمسش کنی، اینه که فهمش برای اکثریت مردم هم دشواره، فهم اهمیتش. اینه که ما باید تاکید کنیم و روشن بکنیم که اهمیتش چیه. متشکرم از شما. بله دیگه، حالا همین بحث تاریخی که بهش اشاره میکنی، تاریخ معاصر، من اینو هی تکرار میکنم برای اینکه بعد تو تکراره که داستان جا میفته. اینه که توی ماجرای مثلا تو همه کشورها این رایجه که بایستی که با کشورهای حتی متخاصم ارتباط بگیری، قرار بذاری، حرف بزنی، گروگان آزاد کنی، اسیر آزاد کنی، حتی در جنگ هم همین داستانه. و ما تو همین ماجرای توافقنامه دیدیم که تا این حدم پیش رفتن که چند تا زندانی رو مبادله کردن، ولی نکته خنده‌دارش این بودش که ایرانی دادن، ایرانی گرفتن. بله. این از نکات فانتزی قضیه است و خنده‌دار داستانی که دو تا دشمن متخاصم با هم دیگه نشستن سر اسراشون حرف بزنن، ولی ایرانی دادن و ایرانی پس گرفتن. و این نشون میده که حتی اونایی که ایران تحویل داد به یه سمت و سوی شاید به راستی اهدافی رو در ایران دنبال میکردن، وگرنه آدم دزد و جنایتکاری که دولت رو میفته دنبالش که آقا این دزده رو به من بده، که هم چیزی نیست. بله. به نجه دنبال خودی میگرده. بله. و جالب اینجاست که مهمترین فردی رو که ظاهرن جمهوری اسلامی گروگان گرفته و گم و گورش هم کرده پیداش نشد، و من فکر میکنم اون از همه مهمتر که کی باشه؟ رابرت لوینسون، یعنی مأمور سابق FBI که با CIA کانترکتی یا قراردادی کار میکرد، ظاهرن سال 2007 در جزیره کیش ناپدید شد و جمهوری اسلامی هم گهگدار یه خبرهایی ازش لیک میده به اصطلاح، ولی هیچ وقت مشخص نشد. و خانواده آقای لوینسون و بسیاری از همکارانش و آمریکایی‌ها انتظار داشتن تو این جریان پریزنر سواپ یا مبادله زندانی‌ها که آقای اوباما و جمهوری اسلامی که آقای لوینسون سرفصل قضایا باشه، ولی ایشون نبود و خانواده‌اش داره خون گریه می‌کنه الان چند ساله. درست، کاملا درست. اما توی همین ماجرا بازم میگم که اصلا یه چیز ساده بود تو سالهای علی‌خصوص بعد از کودتا ارتباط گرفتن با سفارتخونه ها، اینها یه چیز رایج بود، دستگاه دولت، شاه، دربار، همه این داستان رو میدونستن که دانشگاهی ها، بازاری ها، آخوندا، اینا با دستگاه سفارتخونه ها تماس میگرفتن و حتی بر اساس کتاب های فراوان هست که میلیون ها دلار در سال بودجه میدادن که در بین آخوندا، چه در کمپانی هند شرقی از اون دوران قدیم، چه در پایگاه نجف خرج آخوندا بکنن، پول در اختیارشون بذارن، آخوندای خودشونو تقویت کنن. چون میدونی که اون داستانم اینجوریه که آخونده باید چند وجه داشته باشه تا اینکه بتونه آیت الله عظما باشه، یکی مثلا چهره زیبا داشته باشه، عمامه بزرگ داشته باشه، تعداد شاگردانش بیشتر، تعداد شاگردان بیشتر، یعنی اینکه چون اونجا رسم بر این استش که به عکس مدرسه های معمولی که محصل میره پول میده، میره سر کلاس مدرسه و درس میشینه، چه تو دبستان و دبیرستان دانشگاه،
در حوزه شیوه به عکسه، یعنی اینکه آخونده پول میده به طلبه، بهش میگن شهریه، شهریه رو به اون میده ماهیانه، شهریه یعنی ماهیانه، لغت عربی ماهیانه است. سعدی داره اینو ها تو کلامتون، میگه مرا در نظامیه ادرار بود. این ادرار اینجا یعنی همون مقرری. سعدی میرفته در مدرسه نظامیه، اونجا خواجه نظام الملک میگفته که باید شهریه بدید بورسشون بکنید اینا رو، و این همین از همونجا میاد دقیقا. که تمام این داستانای مثلا حافظ و سعدی و فلان اینا، اینا همه تو مدرسه نظامیه درس خوندن، مدارس نظامیه همین قرآن و اینا درس میده دیگه، چیزی بیش از قرآن. محمد غزالی از اونجا در اومد دیگه، غزالی بزرگترین متکلم به هر حال اسلام از اونجا در اومد دیگه. بله دیگه، همه اینا تو مدرسه نظامی درس میخوندن و این مدارس هم در حقیقت دولت حمایتشون میکرد و اونا شهریه میدادن. و یکی از داستانهایی میده که اون آیت الله بزرگ بایستی مثلا تعداد شاگردای زیاد باشه، خب برای رسیدن به تعداد شاگرد و پول داشته باشه، پول رو هم اینا بر اساس کتابهای موجود اینا در اختیارشون قرار میده. حتی CIA پول میداده و حتی میگویند که یکی از دلایل این شورشی که آخوندها کردن این بودش که اینو قطع کردن، این پول رو قطع کردن. اوقاف هم در یه لحظه شاه لج میکنه، پول اینا رو قطع میکنه، بنابراین باعث شورش اینا میشه، باعث اعتراض اینا میشه و پنجه میشن به روی شاه، در حالی که شاه و شیخ کنار همدیگه بودن از دوران گذشته تا عصر صفویه که اون رو تبدیل میکنه به حکومت و انسداد باب اجتهاد و این حرفا و یه منصبی رو درست میکنه به عنوان وزیر، وزیر ملاباشی، که او فقط میتواند که حکم کنه و در حقیقت پاسخ سوالات شهری رو بده. ولی این ماجرای خمینی و این نامه ها و اینها که اینا الان راه انداختن و خمینی میگه این جعلیه، اما میبینی که خودشون هم مشاور فرهنگی نه هم سپاه پاسداران میگه که ما آقای اوباما تا حالا 5 نامه به خامنه ای نوشته و از خامنه ای خواهش کرده که کمک کنه، مدیریت کنه جهان رو و اینا بتونن که با هم این مسئله رو حل بکنه. همون مزخرفات که امام زمانی باید بکنه چیکار باید بکنه؟ مدیریت امام زمانی. مدیریت امام زمانیش مهمه. آره، احمدنژاد میگفت همیشه ما گفتن اینجوری. میخوام ببینم که این هدف این که بی بی سی تو این مقطع اینو مطرح میکنه، در حقیقت گفتم آیت الله بی بی سی این رو در این مقطع مطرح میکنه و اینکه این اینو میگه اینا جعلیه، سدل میگه اینا جعلیه، در حالی که معاون فرنگی امروز مفصل نامه نوشته که بله آقا اصلا با آقای خامنه ای هم چندین 5 نامه اوباما نوشته. اون طرف هم یکی از این جانی ها که رئیس مجلس این برادران جانی از فرزندان اون جانی بزرگ میگویند که میگه که اینو گفتن برای اینکه میخوان قپ مذاکره با آمریکا بریزه. بله. و بعدا ما میدونیم که تو این داستان از ماجرای رفتنشون به عمان و سلطان قابوس و این حرفا، خامنه‌ای خب رهبری میکرده همه این مذاکرات رو، رهبری میکرده و ما شاهدیم که تو همین مذاکرات که میکردن یه بار اینا در وین اصلا بلند شدن جلسه رو ترک کردن و همه تعجب کردن که آقا این داشت بسا. این همین ماجرا رو تو این داستان حج هم شاهد بودیم، یعنی در یه شنبه توافق کردن که بله ما اینقدر هواپیما میدیم و اینقدر اینجور میکنیم و اونجور میکنیم و اینجور میکنیم، 65,000 تا آجیر هم بفرستید. یه مرتبه ممنون شد تهران چه تصمیمی گرفت که به اینا گفت جلسه رو ترک کنی و اینا جلسه رو ترک کردن و اومدن بیرون و این بزرگترین فریضه مسلمانان که همان رفتن به حجم رو، این همین که میگی که اینا دینو دارن میکشن، اونجا رو هم کشتن. میخوام ببینم که چی میفهمی از مجموعه این خمینی و نامه و این حرفایی که اینا میزنن چیه؟ یعنی چی میخوام بگم؟ بله، اول خدمتتون عرض بکنم که این قضیه اصلا چیز جدیدی نیستش. بسیاری راجبش نوشته بودن، روشنگری کرده بودن. از جمله خود من 3 پیش مقاله مفصلی در همین باره نوشتم و موجوده. حالا اینا
اخیراً بازنشرش کردم، بر شما هم فرستادم، فکر کنم ندیدید، دوباره براتون میفرستم که منتشرش کنید، جاهای دیگه هم میدم. این تابلو بود، یعنی اگر آمریکا رضایت نداشت به اینکه رژیم آخوندی در ایران سر کار بیاد، اینا نمیتونستن به این راحتی بیان. همینجور رو هوا نیست که رژیم عوض بشه، که عواملی بین المللی و داخلی باید دست به دست هم بدن تا یه رژیم عوض شه. همونطور که الان هم اینطوره، الان هم این اتفاق باید بیفته تا اون رژیم عوض بشه. اینو من بارها تاکید کردم، حالا کار نداریم. اما وقتی یه مسئله‌ای رو بی بی سی روش زوم میکنه، شما بدونید حتما یه قضیه‌ای هست پشتش. حالا هموطنان عادت کردن یه چیزی افتاده تو دهنشون، تئوری توته، تئوری توته واسه وقتیه که فاکت وجود نداره. یه قصه ای رو تو میگیری ازش، نمیدونم یه داستانی در میاری که میگه آقا این حقیقته. راجع به این مثال فاکت وجود داره. بی بی سی هم همینه. بی بی سی به هر حال تریبونه و میشه گفت بلنگوی حکومت اولیا حضرت ملکه انگلستانه و وظیفش پیشبرد سیاست حکومت انگلیس در قبال ایرانه. خب طبیعیه وقتی که روی یه چیزی زوم میکنه براش ارزش سیاسی داره که زوم میکنه، وگرنه این چیزی نیستش که، این موضوع که خمینی و آخوندا با آمریکا در ارتباط بودن، کما اینکه با انگلیس هم یه جور دیگه در ارتباط بودن، چیزی نیست که پنهان بوده باشه. ولی ببینید بی بی سی الان داره برای جریان سازی میکنه، پس چی؟ یه کارکرد سیاسی باید براش داشته باشه. حالا چند تا نظر وجود داره. این نظر به نظر من درسته که ممکنه اینطور باشه که اینا میخوان فشار بیارن به آقای خامنه ای و سپاه که بابا ما اصلا حکومتتون رو خودمون آوردیم و اگه شما با آمریکا مذاکره نکنید لنگتون تو هواست، چون اصلا آمریکا شما رو برداشته بود، حالا چطور میگید ما باش مذاکره نمیکنیم؟ اینو که این ممکنه که یه وسیله ای باشه، یه اهرمی باشه، ولی حالا چرا بی بی سی داره این کارو میکنه، چرا آمریکا خودش نمیکنه؟ چون ظاهرا مدارک مال آمریکا بوده که آزاد شده دیگه. اینم یکی از اون پیچیدگی‌هاست. یه نظر دیگه من دارم، این احساس رو دارم پروژه جمهوری اسلامی برای غرب به پایان رسیده. یعنی آمریکا، انگلیس، اتحادیه اروپا امید داشتن با این برجام بتونن جمهوری اسلامی رو به یک بچه سر به راه تبدیل بکنن. همونجا باشه آدمشو بکشه تو ایران، به هر حال نویسنده ها رو سانسور بکنه، فشار رو داشته باشه، حالا یکم کمتر کنه همه اینا رو، ولی با غرب خوب باشه، موشک به اسرائیل نندازه، تو سوریه چوب نکنه، تو یمن نکنه، تو عراق نکنه، آرام بگیری بشینه سر جاش. دیدن نه، همه حرفایی که آقای جابر انصاری زد دیگه، همین نیم ساعت پیش داشتیم با هم حرف می‌زدیم. نه، این جمهوری اسلامی ولکن نیست، برجامه رو داره، ولی میخواد فقط دو قرون پول بیشتر آزاد بشه، منتها همه شیطنتاش هم با شدت و حدت بلکه بیشتر حفظ کنه. اینو که این احساس بر من وجود داره، ممکنه اینطور باشه که پروژه جمهوری اسلامی برای اینا دیگه به پایان رسیده باشه و حالا دارن کلا بساط مشروعیتش رو با این کارا در هم میپیچن. چون شما فکر کنید مرگ بر آمریکا یکی از بزرگترین و بنیادی ترین در حقیقت میشه گفتش که پایه های دیسکورسیو جمهوری اسلامیه. اگر اون نباشه یه پایه بزرگ جمهوری اسلامی زده شده، چون اینا خودشون رو در مقابله ابدی با آمریکا تعریف کردن دیگه، آمریکا شیطان رو بزرگه، اینا نجات دهنده. شما فکر کنید اگر این نجات دهنده رو خودش رو شیطان بزرگ به قدرت رسونده باشه، میدونید چه بلایی سر مشروعیت دیسکورسی به رژیم میاره؟ خب بی بی سی الان داره با این جریان سازی همین کارو میکنه دیگه، میگه با عرض معذرت شکرخوری نکنید، اینقدر فوش ندید، خودتون رو خود همین شیطان بزرگ به قدرت رسونده. و برای همینه که الان کلیت نظام به لرزه افتاده. خامنه ای تکسیبیه میده، مهاجرانی تکسیبیه میده، هر کی از همه یه ظاهرن جناهای مختلف رژیم اینا تکسیبیه میدن و یه دفعه خودشون رو دارن صفر میگیرن، چون مشروعیت کلیت نظام رو بی بی سی داره با این جریان سازی زیر سوال میبره. اینی که از این منظر هم میشه بهش نگاه کرد. بعضی از دوستان به اون تئوری اعتقاد دارن که اینا میخوان به هر حال رژیم رو بگن نه بیاد با آمریکا بیشتر مذاکره کنید و باز بشید. نظر من اینه که ممکنه اینی که منم میگم درست باشه، که اصلا دارن کلا زیرا به رژیم رو میزنن. حالا بعد در آینده صبر کنیم ببینیم چی میشه. در خدمتتون هستم.
آره ببین، یعنی حتی تو این ماجرای برجام و توافق و اینا، خب اینا با دو تا مشکل اصلی مواجهه، یکی اسرائیل یکی عربستان سعودیه، که ببینی که این دو تا دست به دست همدیگه دادن به علیه نظام جمهوری اسلامی. اسرائیل البته نظام جمهوری اسلامی رو دوست داشته، از روز اول هم دوست داشته، هنوز هم دوست داره، مثل اینکه بهایی ها نظام جمهوری اسلامی رو دوست دارن، اونا هم دوست دارن، برای اینکه اینا همه دینی هن، اینا همه یه جنس و قماش هستن. و میبینی که مثلا حتی خودشون گفتن که این یارو احمدی نژاد باران رحمت بود برای ما، رین آف مرسی، خودشون اینا رو میگن. و اینا هم در داستان این برجام و اینا هم تمام تلاششون بسر اینه که این جمهوری اسلامی رو به همین حالتی که هست نگه دارن، نذارن که این نفس بکشه، جلوی تنفسش رو بگیرن، همچنین نفس بزنه و نذارن که پول وارد ایران بشه. ببین مثلا ما میدونیم که توی این تریدای اقتصادی دو تا ترید اصلی وجود داره، یکی فاینانشال تریدینگه، یکی هست اینوستمنت تریدینگ. فاینانشال تریدینگ مثلا خیلی ساده، مثلا شما خواهی یه تویوتا بخری، یه ماشین بخری، میری میپرسی آقا تویوتا چند میدی، اون میگه اینقدر اینقدر من اینقدر من، بعد بهش توافق میکنی، بعد برای میشی میری بانک، میگه آقای بانک من پیش شما حساب دارم، میگه درآمد دارم، اینقدر فلان دارم، میخوام بیا تویوتا بخرم، نم این قیمت به من میده، آیا شما به من وام میدی که من برم اینو بخرم؟ بانکم میگه آره، ما مثلا به بهره فلان به شما وام میدیم بریم اینو بخرم. این فاینانشال تریدینگه. ولی وقت شما مثلا میخوای به یه کار سرمایه گذاری بزرگ بکنیم، مثلا خونه بخری، حتی زمین بزرگ بخری، برید کارخونه بخری، اونجا این داستان تفاوت میکنه دیگه، مثل یه ماشین خریدن نیست، خیلی باید سند و مدرک و اینا بیاری تا بانک متقاعد کنی که این پروژه پول سازه و بانک به شما سرمایه در اختیار بذاره. جمهوری اسلامی توی اون بخش اوله، یعنی توی فاینانشال تریدینگه، یعنی این که میخواد بره یه کالایی رو بخره، پول نداره، میاد این بانک ها بهش میگه، میره سراغ بانک ها و از بانک ها طلب میکنه. این تیم هایی هم که مرتب به ایران دارن میرن و میان، اینا هیچ کدوم برای سرمایه گذاری نمیرن، اینوستر نیستن، اینا همه بروکرن، فایننس کمپانی هم. میگه مثلا قطعات پژو میخواد، من یه دونه دارم تو اسپانیا، اون میگه من همون قطعات رو دارم توی مثلا چه میدونم تو کره برات درست میکنم، این همون جعبش هم برات درست میکنم، برات میفرستم. آقا ایرباسشون هم که دیدید که بعد اینا تبلیغ که کردن، ایرباس هم بهشون گفته معاملمون نمیشه اینجوری تا پول بهمون ندید. یعنی همون بروکرها هم معامله نمیتونن با جمهوری اسلامی بکنن، اصلا اینوستمنت و سرمایه گذاری به کنار دیگه، برای اینکه اعتبار نداره، ندارن. اعتبار اینا هم همین سعودی و اسرائیل هم تو این داستان ها نقش دارن. بله. بالاخره بزرگترین فایننس کمپانیا همه در اختیار یهودی هاست، اونا هم که به این راحتی راه رو باز نمی کنن. اینو میخواد به تنگی نفس همین شرایطی که داره یک قرون بهش بدیم، نگرش داریم فعلا، همجوری سرپا به اونه چی. ولی بریم تو داستان بیرون از جمهوری اسلامی، این هشت شعبی و اینکه اون یارو رفیق دوست جنایتکار میگه ما برای ایران باید بره سپاه پاسداران درست کنه. ببین اینا این روش کمیته بهش میگه نیروهای مردمی رو، من یه بارم چندین بار راجبش حرف زدم، یه بارم با شما گفتگو کردیم، اینا در سوریه هم همین رو بساط رو پنگ کردن، روسا بهشون گفتن اینجوری نمیشه، اینا رو جمع کنی بری تو دل ارتش، اسمشو بذاریم لژیون چهارم، اینا رو بریم تو دل ارتش، که این داستان پوتین و قاسمی رفته اونجا و اون اومده اینجا و اینا همه در این راستا صورت میگیره. میگیم بعد یه نظم و نسقی داشته باشه، اینجوری نمیشه، برای اینکه اینا با این روش کمیته بازی و کمیته نمیدونم فلان و با کمیته نمیدونم، تو ایران هم یاد باشه که شما فکر نمیکنم سنت به این داستان اول انقلاب بخوره، کمیته نمیدونم وزرا با کمیته نمیدونم سعدآباد با کمیته نمیدونم مرکز، هر کدومشون کمیته ها اصلا قوانین و رول و رگولیشن هاشون با هم دیگه فرق میکرد، کجا شما رو دستگیر میکرد فرق میکرد داستان. اگه کمیته نه حاج مرواری شما رو گرفته بود یا آخوند
مذهبی بود به نام که تو اون منطقه گیشا و غرب تهران یه قدرت فائقه داشت. اگه مثلا گیر اون میافتادی یه جور معامله میکرد با، اگه تو کمیته مرکز میگرفتن که مهدوی کنی بود و دار دستش، اونا یه جور معامله میکردن. اگه تو کمیته سعدآباد گیر میافتادی یه جوری دیگه باید معامله میکردن. اینا در نتیجه اینا این سیستم رو که باش روش کردن و تونستن از اون طریق بر مملکت حاکم بشن رو بردن تو عراق و هشت و شعبی و اینا. که اونا یه بخشی تو سپاه بدرن و اون یه بخش هم تو سپاه صدرن و اینا، و این دعواهای خانوادگی بین خانواده صدر و خانواده نمیدونم حکیم و امین سیستانی و اینا هم تو همین راستانه. میخوام ببینم اینا رو چجور میفهمی و این داستان چیست؟ الان هشت و شعبی مشکلی جا کرده، یعنی همینایی که از فلوجه و اینا هستن اینا رو همینجوری برده، هم میگه 9 نفر از اینا زیر شکنجه کشته شدن و یه دهشون هم حالشون وخیمه، اینا رو شکنجه کردن. یادته که اون یارو بودش که با مته میذاشت تو سر اینا سوراخ میکرد تو بغداد اینا، بعد اون فرار کرد رفت تهران دوباره برگشته و امروز هم گفتن که اصلا این آقای سلیمانی مشاور مستشار نظامی دولت عراقه. بله. هفته پیش هم اشاره کردیم به داستان معاودین، نقش معاودین در ایران و در عراق. ببینیم که اینو چجور تحلیل میکنیم. آقا هفته پیش چی گفتم؟ گفتم بعد از این جریان حج و بند و بساط و حضور دوباره امریکا در عراق و سوریه، جمهوری اسلامی عراق رو شلوغ خواهد کرد. الان همین شد دیگه، عراق شلوغ شده. و جریان هشت شعبی هم باز همونطور که هفته پیش هم راجبش حرف زدیم، جمهوری اسلامی میخواد حضور نظامیش رو در عراق قوت ببخشه، برای اینکه میدونه امریکا میخواد دوباره اونجا حضور داشته باشه. خب میدونید که به فلوجه دوباره حمله کردن برای اینکه داعش رو اونجا شکست بدن و حیدر عبادی صداش در اومده به این هشت شعبی میگه آقا شما دخالت نکنید. آیت الله سیستانی هم چند بار بهشون تذکر داد، ولی حالا میبینیم جمهوری اسلامی به اصطلاح اسکلیت داره میکنه، یعنی اوضاع رو شلوغ‌تر میکنه، تنش رو بالاتر میبره. هشت شعبی که بسیج جمهوری اسلامی تو عراق به جای خود، حالا سپاه پاسداران هم میخوان براش درست بکنن و رفیق دوست اخیراً گفته. یعنی این که ببینید عراق رو اینا میگن آقا عراق مال ماست، مال ما آخونداست، آمریکا برو پی کارت اینجا نباش. برنامه اینا دقیقا الان همینه و همون پروسه طبیعی رو داره طی میکنه عملا. یعنی چیز جدیدی نیست، جمهوری اسلامی عراق رو میخواد ببلعه، هی هر دفعه یه چیز جدیدی رو میکنه. سوریه هم راجبش هم یه مقاله نوشته بودم راجب این جریان بسیج درست کردن تو سوریه که آقای حسین همدانی راجبش حرف زده بود، پارسال منتشرش کردم، اونو براتون میفرستم. این سیستم جمهوری اسلامیه، بسیج سازی، نیروهای نامنظم، جنگ چریکی نامنظم، شبه نظامی. تو یمن هم همینه دیگه، حوتی ها تو یمن هم به همین ترتیبن، شبه نظامی هن، کاملا نظامی نیستن، بسیجه. اینا یه مدلی که جمهوری اسلامی درست کرد، از مردمی که مردم عادی گرایش ایدئولوژیک و اعتقادی به رژیم دارن نیروگیری میکنه، بعد اسلحه سبک به دستشون میده، اگه بتونه یونیفورم هم بهشون میده، بعضا یونیفورم هم ندارن. و از اینا به هر حال ارتش 20 میلیونی برای خودش درست میکنه به این سیستمه. و تا وقتی هم جمهوری اسلامی باشه این به صورت سرطانی گسترش پیدا میکنه در خاورمیانه. و الان این بسیج سازی های جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین مشکلات در حقیقت ثبات و استبیلیتی دولت ها و کشورهای خاورمیانه است. چون جمهوری اسلامی یارگیری میکنه، چون لزومن هم لازم نیست مثلا وردار کلی نیرو خودش بفرسته به یه جای دیگه، مثلا به از شرقیه عربستان بخواد کلی اسلحه بفرسته، نیرو بفرسته، نه، 4 تا پریچر یا 4 تا آدمی که به هر حال تکنسین هن یا متخصصن میفرسته در اونجا، اونا از مردم همون منطقه یارگیری میکنن. این یکی از کلیدهای موفقیت جمهوری اسلامی در توسعه طلبی منطقهش بوده. ولی خب الان عربستان هم دیگه فهمیده و داره باش مقابله میکنه، ولی خب حالا تا این قضیه ور بیفتد مدت زیادی طول خواهد کشید. یعنی اینکه همونطور که اشاره کردی، من گفتم بارها که این داستان رو شما رو یواش یواش می‌بینی که این به جنوب عراق کشیده میشه تو بصره و
کنار مرز عربستان و اونجا آتیش از فلوجه که شل بشه این ور آتیش داغ میشه، روشن میشه. و الان هم دوباره تو سوریه همین این داستانه. یعنی اینکه این مرده دوباره پسر اسد گفته که نمیدونم ما اونجا چه خواهیم کرد. آمریکایی هم اعتراض کردن که این حرفایی که تو میزنی در حقیقت داستان رو مشکل میکنه. اونجا رو چجور میفهمی در سوریه؟ اما اونم در راستای اسکلیت کردن جمهوری اسلامی در سوریه. اسد گفته بود ما تا آزادسازی کل کشور از دست تکفیری ها تروریست ها آرام نخواهیم نشست. این هم همون جمهوری اسلامیه دیگه. در باز در راستای همون صحبت آقای جابر انصاری که گفته که این برجام تأثیری در سیاست های منطقه جمهوری اسلامی نخواهد داشت، همینه. اسد و اینا دوباره دارن آنتریکش میکنن و به هر ترتیبی میخوان به هر حال اونجا تو سوریه شر بپا بکنن، برای اینکه آمریکا تو سوریه هم بود دیگه، یعنی فقط توی عراق و تو فلوجه نیستش، اونجا در شمال شرقی سوریه با کردها هم در ارتباطه و اونا به سمت رقه پیشروی کرده بودن آمریکایی‌ها و کردها. بعد دیدیم که تو لازقیه بمبگذاری شد به اسم داعش، 7-8 تا انفجار شد توی ترتوس و اونورا. اینا کار جمهوری اسلامیه که سوریه رو نمیخواد از دست بده، چون همونطور که بارها گفتیم سوریه برای جمهوری اسلامی پلیس به سمت لبنان و حزب الله. اگر دمشق رو از دست بده اون وقت حزب الله رو اسرائیل و مارونیا و نمیدونم سنیا و عربستان اونجا قیچیش میکنن، برای همینم حاضر نیستش که اون منطقه رو از دست بده و اینقدر تو این جنگ فرسایشی میمونه که از ویتنام برای آمریکا و از افغانستان برای شوروی بدتر میشه سوریه برای ایران. یعنی چنان ایران رو میچلونه، چون فکر کنید هر یک قرون پولی بیاد برسه به دست حکومت میخواد بره خرج سوریه بشه و خب عراق تا حدودی. اینه که مملکت رو اینا ورشکست میکنن در نهایت با این جنگ های نیابتی و حالا دیگه مستقیم شده عملا که تو منطقه را انداختن. و ببینید نگاه کنید، مردم ما امید داشتن به این که مثلا در کشورشون آزادی باشه، در کشورشون دموکراسی باشه، در کشورشون رفاه باشه. ببینید یک رژیم ضد عقلانی و غیر معقول و ایدئولوژیک چطور میتونه یک مملکت بزرگ رو و تاریخی رو و ثروتمند رو اینجوری به ورطه نابودی بکشونه. برای همینه که ما میگیم این رژیم درست بشه نیستش و ما اگر میخوایم ایرانمان سر جای خودش بمونه، چون با این وضعیت به سمت تجزیه میره، شک نکنید، آدم باید راستشو بگه، چون بالاخره این دخالت داره میکنه تو منطقه دیگه، و اگر یک روزی موج برگرده این به سمت ایران هم میاد. این رژیم باید بره اگر قرار ایران سالم بمونه. ما اینا چند بار گفتیم بازم میگیم، در خدمتتون هستم. گفتم آره ولی گو قربون همه یه دونه بی ولی اما شو برای اون بگو، ولی که میاد داستان مشکل میشه. همش در همین ولیه. بله واقعا صحنه اینو به ما نشون میده. ما تو همین ماجرای عراق و داعش و فلان اینا هم دیدیم و اینا همه اینایی که داره به پخش میکنه همه رو دروغ میگه. من یه بار گفتم شما حتی بیا میزان کشته های فقط 8 سال جنگ رو، تخریب اون دوران رو در نظر بگی با تعداد کشته ها و تخریبی که در ظرف از 2005 سالیه که در سوریه شده، کدام یکی بزرگتره، کدام یکی بیشتره؟ عراق رو نگاه کن با 8 سال جنگی که با ایران داشته و 8 سال جنگی که ایران در مقابل عراق داشته، تخریبش رو نگاه کن، با این ور اون ور مقایسه کن و اون وقت به من بگو که این ما در یه محیط امنی زندگی میکنی، اگه آقا نباشه سدل نباشه بالاخره داعش میاد سر ما رو میبره. نکته ای که هست اینه که این الان با این روش منشی رو که پیش گرفته، من یه عده دانشجو رو تو قزوین گرفتن که جشن پایان تحصیلیشون بود کتک زدن، همون شبونه گرفتن، شبونه حک دادن، شبونه شلاق زدن. این همون داستانی که برات گفتم که کدام کمیته تو رو بگیره و چگونه باید برخورد بکنه، این یه نمونه شه. آربیتریه به اصطلاح. آربیتریه دقیقا. و بعد اون وقت اونجا شما نگاه میکنی اینی که مثلا
تو شیراز، تو کرج، تو مشهد، تو فلان مهمونی دادن مردم و اینا دوباره حمله کردن تو این مهمونی ها. کافه هایی که در ایران وجود دارن، کافه رستوران هایی که وجود دارن علی خصوص در تهران، اینا همه مردم این داستان رو در ایران میدونن که اینا متعلق به یه فرمانده است، به یه آدم اطلاعاتیه، صاحب این دکون یه مأمور دولتیه. همون سیستم گشتاپو رو عین همون هیتلر رو اینا تو ایران پیاده کردن. اون فقط میتونه مجوز داره. نه امیر ریش رو بریم بگیریم، رستورانش رو به هم بزنیم، اینا نشان از چه دارد؟ این داره چه اتفاقی تو جا؟ امروز دوباره رفتن یه نمیدونم اعلام کردن یه خانمی به نام خانم فرهودی که فرنودی یا فرهودی، این هما هودفر، خانم هودفر رو که از دانشگاه کنکوردیای کاناداست و رئیس دپارتمان هست، رفته بود ایران، بعد گرفتنش و حالا ممنوع خروج و نمیدونم بازداشته و زندان و 100 میلیون دادیم، هنوز اینجوری نیست. رادیو فردا بازداشت 12 نفر به دست اسپاه به اتهام ترویج فساد فرهنگی. و نکته جالب آخرش هم این داستان تلفن هاییست که به من میشه. من با یکی دوتا از دوستان که کار تلویزیون میکنن و اینها، که البته اونا اصلا کار سیاسی نمیکنن، کارشون اصلا اینا نیست و مدل کارشون فهمیدم، یکیش همون تلویزیون آی سی سیه که فقط فیلم پخش میکنه، این فیلم قیصر و گنج قارون و اینا هم پخش میکنه، نه فیلم های نمیدونم زد و اینا رو پخش نمیکنه، گنج قارون و مهدی مشکی اینا رو پخش میکنه. او هم دوچار همین موزله و من برام جالبه که اینا یه اداره درست کردن، یه دو آدمون بونه نشوندن، چون از صداشون میتونی بفهمی. و این یارو گوشی رو میگیره مرتب به من فوش میده و میگه میخوام اعدامت کنم، وقتی به بالای دار کشیدمت میخوام ببینم چجوری اون بالا فریاد مثل گاب میش صدا میکنی و من بخندم این زیر. همین لحظه که این داره اینو میگه، من میشنوم که اون منم یکی دیگه داره فوش میده به یکی دیگه. یه ستادی دارم برای این کار. آه برای چی؟ یعنی چی کار کنه؟ یعنی چه خاصیتی داره؟ یه خرجی بکنیم، آدم ها رو استخدام کنیم، ساختمون بگیریم، تلفن بگیریم، که بعد چی میشه؟ حالا به تو میگم. ببینید، یک جنبه از کار امنیتی جمهوری اسلامی اینه که رو اعصاب و روان مخالفانش، نه کسایی که همیشه لزوما مثل من و شما مستقیم درگیرن، نه، کسایی هم هستن مستقیم با رژیم درگیر نیستن، ولی کارهایی که میکنن در راستای سیاستهای رژیم نیست، مخالفه. مثلا همون فیلم مهدی مشکی و اینا که میگید، فیلم فارسی هم خب لخت و پتی داره دیگه، به هر حال چادر اینجوری باز کنی داره، لنگ و پاچه داره دیگه، از لحاظ فرهنگی تو چارچوب رژیم قرار نمیگیره، کار نداریم. رژیم یکی از کاراش اینه، میاد تهدید میکنه برای اینکه به هر ترتیبی شده اعصاب ماها رو به هم بریزه که فعالیتمون رو مختل بکنه. اون چیزی که شما تلفن بهتون زده بودن، ضبط کرده بودی، برای من فرستادی، من گوش کردم، آنالیزش کردم، دقیقاً همینه. یعنی با اون حالت شدت و حدت قصابانه و جلادانه داشت فوش به شما میداد، دقیقاً قصدش اینه که روحیه شما رو خراب بکنه. من برای همینه معمولاً وقتی بهم تلفن‌ها اینجوری میشه قطعش میکنم، گوش نمیدم، به خاطر اینکه میدونم هدفشون چیه. این برنامه‌شون اینه. راجع به کافی شاپ گفتید، حالا بگم بهتون. خب من ایران که بودم یه جمعی با دوستان داشتیم، به هر حال پخش و پلا بود، هر کسی یه سمتی بود، قرار می‌ذاشتیم با هم پنجشنبه بعد از ظهر یا جمعه بعد از ظهر یه کافی شاپ با هم می‌رفتیم، کافی شاپ نزدیکمون تو خیابون 24 اسفند نزدیک دانشگاه تهران جنب سینما سپیده. بعد اینی که گفتید کافی شاپ، یاد خاطرات خودم افتادم. می‌رفتیم اونجا می‌نشستیم، سیگار همه جور می‌شد کشید، بعد نمیدونم اونجا چیزم سرو میکردن، ماهوشهیر سرو میکردن، بعضا فکر میکنم آبجو هم بود، حالا من نمیخوردم، همه کار میشد تو کافی شاپ کرد، هیچ کس هم کاری نداشت. این جریانه که یه دفعه میان روش میکنن، هفتیر کشی میکنن، میریزن آدم میگیرن، اینا نمادینه. معنیش این نیست که اونجا کافی شاپ وجود داره، هستش، سفره خونه هستش، نمیدونم سالن هست، باغ هست، مردم همه کارم توش میکنن. منتها بعضی وقتا رژیم برای اینکه بخواد شمشیر از رو ببنده،
و بگی ببینید ما حاکمیم و دیسکورس حاکم ما اینه، میریزی گهگداری بگیره به بن را میندازه و بگیم نه اینا همه چی اونجا هستش، مردم از لس آنجلس آزادترن تو تهران، روک بگم اینا. ولی خب به هر حال رژیم مجبوره بعضی وقتا کارهای نمایشی انجام بده که بگی ببینید سر رشته دست ماست، هر وقت که ما بخوایم سرکوب میکنیم و این سر رشته رو میکشیم، خیال ورتون نداره. نمیدونم اینجا داستان که جالبه. ببین من اینو از چند منبع مختلف از آدمای مختلف در نقاط مختلف دنیا این رو شنیدم، یه ذره باورش برام سخت بود ولی بعدا الان دیگه مطمئن شدم که نه این واقعا درسته. یعنی اینا یه سیستمی دارن، گور بابای شرکت آمازون، اصلا آمازون همچی سیستمی رو نداره که اینا در ایران دارن. یعنی شما مثلا یه شماره یه تلفنی رو داری، برای شما نمیدونم مشروب میگه مثلا چی میخوای، چه مدلی میخوای، سفارتی میخوای، غیر سفارتی میخوای، و از این مثلا چند تا میخوای، از اون چند تا میخوای، و این با این تلفن که میزنی اینو برای شما میاره. خب این ما قدیم هم اول انقلابم بود، یه خاچیکی بود ارمنی بود به زنگ میزدیم، خاچیک سوار پیکانش میشد، دختر و زنش هم میذاشت تو ماشین. یادم یه دونه از این زنبیلای پلاستیک هم داشت، اینا رو میپیچید لای روزنامه و فلان اینا، میکرد تو زنبیله میاد در خونه شراب و عرق دستساز برات میورد. ولی اینا بطریای اصلی رو هر مدلی که شراب شما بخوای، هر مدلی که هارد لیکر بهش میگن، عرق سگی دلت بخواد، همه رو داره. بله. نکته جالبه، نه جالب داستان اینه که این فقط در مثلا شهر بزرگ نیست، شما الان زنگ بزن به همون شماره بگو که من مثلا رضا پرچیزاده هستم، الان تو مثلا ممسنی، تو اکبر آباد ممسنی هستم. بله. میگه چشم، نیم ساعت دیگه میارم براتون. شما لیست، یعنی آمازون همچی سرعتی رو نداره، 48 ساعت طول میشه تا بتونه اینو برات اوردر کنه و بیاره در خونه. مشروب، ببینید مشروب یکیشه، انواع و اقسام مواد مخدر، خانوم انواع و اقسامش، خارجی ایرانی، یعنی شما هر چیزی که فکر کنید، مثلا تو لاس وگاس رو تصور کنید تو ذهنتون که یه جاییه که عشرت کده است و محل خوشگذرونیه، تو ایران عین همه این چیزا وجود داره. اینطوری نیستش که اونجا مثلا صحرای کربلا باشه هیچی توش نباشه. منتها با این وجود چرا رژیم، به اکثر اینا هم سرش دست همون سپاه و خود رژیم ها، چون کسی جرئت نمیکنه تو ایران شخصی این کارا رو بکنه اگر خط و ربطای کلوف نداشته باشه. ولی چرا رژیم گهگداری میاد اینجوری نمایش میده؟ اینا نمایش برای در حقیقت خارجه، میگه ببینید ما اینجا دیسکورسمون اسلامیه، تکونم نمیخوریم. ولی خب در داخل به خاطر اینکه درآمد این قاچاق و این فساد بالاست، چون یکی از قاچاق و فسادایی که سپاه میکنه همین رسیدگی به این چیزاست دیگه، اینا رو برای خودشون دارن، خوبم ازش درآمد دارن. ولی وقتی به گفتمان رسمی و علنی میرسه همه اینا رو انکار میکنن و برای نمایش تو سرش میزنن، که ما میبینیم با یک سیستم هیولایی پیچیده ای در ایران روبرو هستیم. به این سادگی نیست که فکر کنیم بگیم آره آقا اونا همه چی رو اونجا گرفتن، نمیذاره. نه، میذاره باشه، به خاطر اینکه به هر حال نیازه، برای اینکه مردم نیاز دارن خودشون اینجوری تخلیه بکنن. اگه اینا اصلا وجود نداشته باشه، فکر میکنیم مردم اونجا دووم میارن، زرتی انقلاب میکنن؟ پس همه این چیزا اونجا وجود داره، منتها دیسکورس رسمی اینطور نشون میده که نه وجود نداره. میدونید چی میگم؟ پیچیده است، بعد اینجوری بهش نگاه کنه، مگر نه همه چی تو ایران هست. آره جالب، نه برای من خیلی جالب این سیستم توزیعش که مثلا میگه آقا تو هر جایی از ایران باشی، تو هر دهکده‌ای باشی، زنگ بزنی نیم ساعت یه ساعت بعد محصول میاره. و این در سطح جهان هم الان همینطوره، یعنی اینا تو قاچاق مواد مخدر تو آفریقا، قاچاق سنگا، نمیدونم الماس و غیره دست دارن، توی مواد مخدر با مکزیکی ها ارتباط مستقیم دارن، تو آمریکای جنوبی پایگاه اصلی شونه و با کارتل های مواد مخدر ارتباط تنگاتنگ دارن، کمک جدی بهشون میکنن و یه منبع درآمد شونه. حتی یاد بشه اون یارو که یکی از اینا، اون حسین همدانی که به درک واصل شد و زنش خیلی خوشحال بود از اینکه حاجی کشته شده، خیلی جو مصاحبه جالبی بود که زن ابراز خوشحالی میکرد از اینکه حاجی کشته شد.
و من ندیدم هیچ آدمی از مرگ عزیزش اینقدر ابراز خوشحالی بکنه که اون خانوم از مرگ شوهرش ابراز خوشحالی میکرد. اون گفتش که ما در دوره 88 رفتیم اینا رو از خونه آوردیمشون، از تو زندان و خیابونا جمعشون کردیم، دزدا و گردن کلفتا و فلان و اینا رو، و آوردیمشون. یاد بشه قبلشون داستان آفتاب انداختن گردنش و اینا رو اونجوری آوردن و بعد مال خود کردن و اینا رو مثل یریچری ها، مثل اون آدم خوران اصل شاه عباس که مینداخت جلوشون و اینا زنده زنده یار رو میخوردن، اینا همون تیم رو دوباره درست کردن. اونجا هم که اشاره میکنی به ماجرای تشیع و اینی که شما صداش رو میشنوی در جامعه عرب که بهش از حکومت صفوی نام میبره، میگه این صفویان هستن، ما صفوی رو نمیخواهیم، اینا به همدیگه پیوسته است. برگردیم دوباره به خط اصلیمون و این داستان رفسنجانی و این ماجراهایی که اتفاق افتاده. فهم میکنی که اینا الان موازهشون چجوریه؟ من فهم میکنم روحانی از حالا ما باید شاهد این داستان باشیم، همونطوری که بارها اشاره کردیم تابستان داغی در پیش است، ما به سمت حذفهای مختلف خواهیم رفت. یکی از روشهایی که اینا انتخاب کردن بردن یه سری لایه هاست به مجلس که از طریق اون لایه ها بتونن دوباره داستان رو تغییر بدن. اینا رو چجوری ارزیابی میکنی؟ تحلیلت از این شرایط چیست؟ بله، خب میدونید آقای خامنه ای عملا دیگه شمشیر از رو بست و با انتخاب، به اصطلاح انتخاب این ریاست مجلس، نشون داد که سوری هم حتی حاضر نیست به اینا امتیاز بده. خب آقای روحانی به هر حال الان رئیس جمهوره، یه سال هم دورشه، تو این مدت تلاش خواهد کرد امتیاز بگیره برای جناح خودش تا اونجایی که زورش میرسه. خب لایحه میبرن، گهگداری حرف میزنن، ولی دیگه عملا اونا هم از شدت و حدت افتادن. یعنی بعد از این که دیگه شورای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی مشخص شد با تعیین رئیسش که قراره تو کدوم زمین بازی بکنن و زمین کدوم جناح، اینا دیگه براشون مبرهن شد که آقای خامنه ای دیگه سوری هم حاضر نیست امتیاز بده. یعنی که تلاششو میکنه تا اونجایی که بتونه به هر حال بازی بکنه، ولی الان میبینید اصلا اوضاع دیگه راکده تو جمهوری اسلامی. یعنی جناح آقای هاشمی رفسنجانی دیگه تلاشی به اون معنی نمیکنه برای اینکه بخواد امتیاز بگیره. و من فکر میکنم یکی از دلایل اینکه این قضیه بی بی سی اخیراً علم شده و جریان نامه‌نگاری آقای خمینی به نمیدونم کندی و کارتر و اینا، برای همینه که یک کمی به آقای رفسنجانی در حقیقت نیرو بده و انرژی بده که با آقای خامنه‌ای مقابله بکنه. ممکنه اینطور باشه که البته به جای نخواهد رسید و در نهایت اتفاقی که خواهد افتاد از این بازی بی بی سی اینه که رژیم آخوندی هرچه بیشتر بی‌آبروتر میشه و مشروعیتش رو از دست میده. و من فکر میکنم داخل دیگه اتفاقی نمیافته، فقط سرکوب جناح آقای هاشمی رفسنجانی بیشتر میشه و نظام بسته تر میشه. داستان نمیدونم که میگه اقتصاد مهمه ولی نگران اوضاع فرهنگیه و این در حقیقت قدرت خودش رو میخواد از این طریق به نمایش بگذاره، من با اون بخش حرفت زیاد موافق نیستم و من همچنان عقیده دارم که اینا، حالا شاهد خواهیم بود که تو همین اخیر جدید، یعنی تو همین ماه آینده، این لوایحی رو که اینا میبرن میخوان از طریق اون یه سری ابزار جدید به دست بیارن. ولی این فرهنگی رو چجور تعریف میکنی؟ فرهنگی، خب فرهنگی همون قصه قدیمیه دیگه. به هر حال آقای خامنه ای همیشه علاقه داشته به انقلاب فرهنگی، ایشون خودش یه آدمیه که با فرهنگ خوب آشناس، کتاب خونه، به هر حال با فرهنگ و ادبیات جهان آشناس، همیشه دوست داشته در مدیریت فرهنگی چیز داشته باشه، نقش مستقیم داشته باشه و در این باره هم زیاد نوشتم. حالا شاید بهتر باشه موضوع یه برنامه دیگه باشه که جمهوری اسلامی رو فرهنگ چجوری کار میکنه. حالا خب آقای خامنه ای الان حداقل از بعد از سال 88 افتاده روی مسائل فرهنگی.
انقلاب فرهنگی دوم رو با شدت حدت بیشتری داره دنبال میکنه، بسیاری رو پاکسازی داره میکنه. من خودم از کسایی بودم که تو همین جریان انقلاب فرهنگی دوم زیر پام روفته شد. خب تو دانشگاه تهران بودم، 6 سال شاگرد اول هم دانشگاه بودم، هم دانشجوی برتر کشور بودم، رتبه سوم کنکور سراسری بودم برای فوق لیسانس، رتبه 1 دانشگاه تهران بودم. اینا دکترای ما رو خوردن اونجا که ما دیگه آواره به هر حال اروپا و بعدم آمریکا شدیم. من فقط یک نمونهشم، بسیاری دیگه هم توی این جریان ها بودن. و خب آقای خامنه ای به هر حال دوست داره که عناصر مخالف یا منتقد از نظر فرهنگی در سیستم وجود نداشته باشن تا بالاخره بتونه سیستم رو جوری هدایت بکنه که مردم اصلا نتونن به این فکر کنن آلترناتیو دیگه ممکنه وجود داشته باشه. و ما هم که اونجا بودیم هر کدوممون رو به یه ترتیبی زیر پامون رو روفتن. اینه که من فکر میکنم مسئله جدیدی نیست. آقای خامنه‌ای داره همون پروژه ای رو که خیلی سال پیش شروع کرده بود ادامه میده. حالا یه هر دفعه یه قسمتی از نیروهای فرهنگی ریزش میکنن. ما سال 88-89 اینا ریزش کردیم، قبلش خیلی های دیگه بودن، بعدش هم خیلی های دیگه. من شنیدم الان از زمان ما خیلی بدتر شده. یعنی دوستانی که تو ایران هستن میگن مثلا سال 88-89 بهش بود، الان افتضاح شده، الان نفس نمیشه کشید تو فضای فرهنگی ایران. داشتم نگاه میکردم یه دوستی یه مطلبی یه لینکی رو فرستاده بود از رادیو فردا که تو باز برمیگرده به موضوع ما و اون که گفتیم عربستان میخواد این رو به تنگی نفس رو برش نگه داره. ایران با وقاحت تمام اعلام کرده که در مبارزه با عربستان سعودی قیمت نفت خودش رو باز هم کاهش میدهد و در حالی که به دینار نیازمنده این اینجوری نفت رو باز هم قیمتش رو در بازار جهانی گفته میخوام با اون رقابت کنم، پس بنابراین یه خنجر به قلب خودم میزنم. اینا هم از برکات این نظام است و عاقبتی که این نظام برای مردم ما تصویر کرده. باز برمیگردم نتیجه میگیرم از حرفت و اون اینکه ما آینده سیاهی رو در پیش رو داریم اگر که این نظام همچنان برقرار باشد. ایران به سمت تجزیه و نابودی پیش خواهد رفت. این در تاریخ اتفاق افتاده، باز هم احتمال اتفاقش هست. باید فکری کرد، بایستی تلاشی کرد در جهت براندازی نظام جمهوری اسلامی. از حضور در برنامه نهایت سپاس دارم، تشکر میکنم، ممنونم از اینکه مهر میکنی و با ما همراهی میکنی تا فرصت دیگر که با شما گفتگو کنم. متشکرم آقا. قربون شما برم آقای بهبهانی عزیز. من هم خوشحال میشم که باهاتون صحبت میکنم و با هموطنان عزیزمون. برای همگی ما و شما و همه خودمون کلا هموطنا آرزوی خیر دارم. امیدوارم نهایت کار ما ختمه به خیر بشه. قربون شما برم، خداحافظ. متشکرم آقای رضایی پرچیزاده نازنین. بازم خواهش میکنم ازت اگر این برنامه مورد توجه شما واقع شده اصحار لطف کن که لینک برنامه را از طریق فیسبوک و تویتر و گوگل پلاس برای سایرین بفرست. هر طریقی که میتوانی این کار را انجام بده. آسون ترینش اینه که به فیسبوک ما بیای، عضو فنپیج ما بشی. ما این لینک ها را که اونجا قرار میدیم خود به خود به دست شما در فیسبوک شما خواهد آمد. شما کاری که باید بکنین رو تو صفحه خودت برای خودت شیر کن که دوستان شما هم بتونن اون رو ببینن. امیدواریم از این طریق بتونیم توسعه بدیم این در حقیقت موضوعاتی رو که مطرح میشه. از همراهی و همدلی شما نازنین سپاسگزارم. از کاوه نازنین در سایت مردمریپورت.net هم تشکر میکنم که مهر میکنه و بعضن لینک های برنامه رو در سایت پر مخاطب خودش قرار میده. از همه شما نازنینان باز هم صمیمانه تشکر میکنم. در انتظار همراهی و دریافت کمک مالی هستیم. تو این زمینه خواهش میکنم هر چقدر که کم باشه اشکالی نداره. این بعضی از دوستان میگن آقا ببخشید مثلا ما کم پول مهم نیست، مهم اینه که باشید، حضور شما برای ما مهمه. بازم ازت ممنونم، سپاسگزارم. مرسی.